سگالش، گفتارهای جلال ایجادی در زمینه جامعه شناسی، فلسفه، زیست محیطی و سیاست. برنامه از رادیو تلویزیون مان. بینندگان گرامی، درود به همه شما، درود ما به همه هممیهنان ما که در شرایط دشواری زندگی می کنند و در این حال از تلاش همه جانبه و مبارزاتی خودشون علیه جمهوری اسلامی دست بردار نیستند. امروز می خواستیم به یکی از پرونده های مهم مربوط به جامعه ایران در ارتباط با جمهوری اسلامی و در ارتباط با مجموعه تلاش ها و مبارزات مردم ایران صحبت بکنیم و اون هم همانا پرونده مربوط به حمید نوری هست و دستگیری حمید نوری. و در اینجا از دو شخصیت برجسته‌ای که در این زمینه نقش بارز داشتند که مهمان ما هستند، اونها نظریات خود رو در این زمینه بیان خواهند کرد. و بنابراین دوستان گرامی، خوش آمدید جناب آقای ایرج مصداقی و جناب آقای کاوه موسوی. اول پیام برحال درود شما رو برای بینندگان داشته باشیم و پس از اون برنامه خود رو آغاز می‌کنیم. بفرمایید جناب آقای مصداقی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و کاوه گرامی. درود بر شما جناب دکتر ایجادی عزیز و ایرج عزیزم و ملت ایران که امروز روز فراموش نشدنی است، چون آقای رئیسی که الان متهم تراز اول در مشارکت در جنایات جمهوری اسلامی از روز اولی که اینا سر کار اومدن تا به امروز هست، اومده ظاهراً کرسی ریاست جمهوری کشور رو میخواد اشغال کنه و ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که این آخرین رئیس جمهور این نظام جهنمی باشه. من در خدمتتون هستم. متشکرم. بنابراین همونطور که بینندگان عزیز میدانن و همه مطلع هستن، به دنبال دستگیری حمید نوری در سوئد مجدداً به شکل بسیار برجسته کشتارهای سال 67 مطرح شد. حال سوال اول در این هست که چرا کشتارهای سال 1367 توسط جمهوری اسلامی ساماندهی شد و نقش هیئت مرگ و اعضای آن چه بود و مشخصاً خود این فرد یعنی آقای حمید نوری چه نقش معینی در این راستا داشت؟ بفرمایید. با شما جناب آقای نوری. آقای موسوی، فکرم چون جمعه آیه میرش مستوی خودش در جریان بوده، در زندان ها بوده، شاید با ایشون شروع کنیم بهتر باشه روش این موضوع. بسیار متشکرم. جناب آقای مصداقی گرامی بفرمایید. ببینید، جمهوری اسلامی به دنبال راه حل نهایی بود، همون در ارتباط با زندانیان سیاسی، همون چیزی که آخر سر هیتلر به اون رسیده بود در جریان فاینال سلوشنی که در ارتباط با یهودیان در آلمان و یا در اروپا به دنبال اجراش بود. جمهوری اسلامی سالها بود که میخواست مسئله زندانی سیاسی رو در ایران در اون ابعاد وسیعش حل کنه. یک دوره‌ای به دنبال اون کشتارها و قتل‌عام‌هایی که در سالهای 60-61 سازماندهی کرد، با فشارهایی که در سالهای 62 و 63 اوورد، به دنبال توابسازی و خط بروندن زندانیان سیاسی بود. این خط به دلایل مختلف، چه مقاومت درون زندانها و چه تضادهایی که در درون خود نظام و سیستم بود، با شکست مواجه شد و بنابراین دوران بعدی میخواست این رو از طریق اونچه که به نوعی اصلاحات در درون زندان باشه که نمونهش بعداً تو جامعه هم خواستن اجرا کنن پیش ببره. این خط هم به کلی شکست خورد، بنابراین میبایست به دنبال همون راه حل نهایی و یا پاکسازی و محو صورت مسئله پیش بره.
همون موقع گلاغا در کیومرس صابری در یک متنی که نوشته بود و چون در جریان گفتگوهای درون نظام هم بود مطرح کرد که وقتی نمیتونی مسئله ای رو حل کنی صورت مسئله رو پاک کن و خب به دنبال کشتار زندانیان سیاسی رفتن. یه برنامه ریزی از قبل بود، منتها حمله مجاهدین در پس از پذیرش قطعنامه در عملیات فروغ جاویدان بهانه‌ای به دست اونها داد که اینو در سراسر کشور اجرا بکنن و ابعاد انتقامی هم بهش دادن و بنابراین به این دلیل این کشتار رو سازماندهی و اجرا کردن. و خب در اون دوران وقت بایستی ببینیم که هیئت مرگ تشکیل میشه توسط خمینی و این چهار نفری که همه دیگه امروز با اسمشون و تصویرشون آشنا هستن به لاغر در تهران و کرج به اوین و گوهردشت میان و قتل عام رو سازماندهی میکنن. البته مشابه همین هیئت در بسیاری از شهرستان ها و مراکز استان ها تشکیل میشه و در اونجا هم قتل عام میکنن، فقط منحصر به تهران و این هیئتی که شخص خود خمینی انتخاب کرده بود نیستش. و خب اون دوران حمید نوری به عنوان یکی از کارگزاران نظام، یکی از مباشرین کشتار 67 تو زندان گوهردشتی برای اینکه معاون دادیار بود، دادیار نماینده دادستان در زندانه، اون موقع ناصریان دادیار بود که امروز شیخ محمد مقیسه اسمش هست، و حمید عباسی که امروز با نام حمید نوری در زندان هستش دستیار بود. خب حمید نوری اساساً یا دادیار اقدامات حقوقی رو در زندان به عنوان نماینده دادستان انجام میده، یعنی همه اون چه که در زندان به دادستان ربط پیدا میکنه دادیار پیگیری میکنه، بنابراین آزادی زندانیا با اوناست، حتی تنبیه زندانیا با اوناست، به سلول انفرادی فرستادن با اونهاست، حتی ترتیب ملاقات دادن با اونهاست، ممانعت از ملاقات با اینهاست، یعنی هر آنچه که ممکنه یا حتی میتونن مانع آزادی یک زندانی بشن که موارد خوب بسیار زیادی بوده، و همچنین اعترافات اجباری که گرفته میشد و یا مصاحبه های اجباری که گرفته میشد توسط دادیار صورت میگیره و حمید عباسی بخشی از این ماجرا بوده. در جریان کشتار 67 او کسی بود که همراه با ناصریان زندانی ها رو طبقه بندی میکردن، اولویت بندی میکردن، چه کسانی اول نزد هیئت برن، یک. دو، تلاش او برای فریب زندانیان و اینکه این یک هیئت عفو برای عفو اومده. سوم، او اسامی زندانیان رو که قرار بود اعدام بشن شخصا میخوند و به پاسدارایی که در راهروی مرگ بودن میگفت اینا رو به بندشون ببر، یعنی یه کدی بود بین اینا که ببرید اعدامشون کنید، و بعد شخصا خودش در راهروی مرگ جشن که می گرفتن بعد از هر سری کشتار شیرینی تقسیم می کرد، حتی می اومد به ماهایی که در راهروی مرگ نشسته بودیم برای فشار بیشتر تعارف می کرد شیرینی و کیک، و همچنین او در مراسم اعدام خودش شخصا شرکت میکرد، همه اینا موظف بودن توی اعدام شرکت کنن و میرفتن، و به زعم خودشون بعدن که میمدن در روزهای بعد، البته از 21 به بعد مرداد که دیگه مشخص شده بود همه چیز، میومدن و تهدید میکردن، میگفتن لگد آخر رو خودم میزنم تو شکمت، یعنی زندانی ها رو روی یک سکوی یا روی صندلی چیزی مجبور میکردن بیستن و بعد اینا لگد تو شکم میزدن و او دار زده میشد و او یا خفه میشد. به این ترتیب او دار سنتی هم که ما میدونیم زیر پا خالی میشه دیگه نبود، و این اعمالی بود که خود ایشون همین آقای عباسی یا حمید نوری در زندان در جریان کشتار 67 انجام داد. متشکرم جناب آقای کاوه موسوی، نظر و نگاه شما رو بشنویم. من خیلی خوشحالم که ایرج از واژه راه حل نهایی استفاده کرد. ببینید، از خصوصیات حکومت‌های تمامیت‌خواه جناب دکتر ایجادی نیست که هر اولا خیال میکنن که حقیقت رو یافتند و حقیقت یک پدیده مطلقی است، یعنی حقیقت رو یک
نتیجه یک سیر تکامل اندیشه، برخورد عقاید، برخورد منافع متعددی که در جامعه هستن که اونها در سطح عقاید منعکس میشن نمیبینن. اینا معتقدن که حقایق 1400 سال پیش در یک قرآن چیز کشف شده و هر کسی که در اون اهداف و اون آرمان‌ها، البته آرمان‌هایی که خیلی سوء استفاده از واژه و کلمات است چون در این هیچ آرمانی بنده نمی‌بینم، ولی حالا برای اینکه بحثو کوتاه کنیم، هر کسی که کوچکترین تفاوتی در عقیده و در منش و در عمل با اون احکام الهی داره، این یا مریضه یا اینکه آدم منافقی است یا کافره، که در هر سه حالت مریضی که زیاد اینا دانش راجبش ندارند و به کرات دیدیشیم که بیمار ذهنی و روحی را به قتل رساندند و بقیه هم که روشنه. این که جمهوری اسلامی باید دنبال این مطلبی که ایرج الان گفت راه حل نهایی باشه اصلا تعجب آور نیست، چون این نوع حکومت ها توانایی برداشت علمی و عقلایی از پدیده مخالف سیاسی رو ندارند و تصور میکنن هر کسی که مخالفشونه یا دشمنه یا کافره یا عنصر امپریالیسم. از این شعارهایی که خب اونقدر شنیدیم تو این 43 سال که دیگه واقعا خسته کننده است. نتیجتاً خب هر روز توی همچین حکومتی تعداد زندانیا بدیهی است که زیادتر میشه، به دلیل اینکه واقعیت این جامعه اونقدر فاصله داره از آرمان‌های اینها در گیومه که طبیعتاً میزان مخالفت هر روز بیشتر خواهد شد. و خب با ذهنیت و دانشی که اینا دارن از دنیای واقعیات، اینا تصور میکنن که هر کسی مخالفشونه پس خائن و غیره. این که اصلا تعجب نمی‌کنم که ما بپذیریم این نظریه رو که اینها دنبال این راه حل نهایی بودن برای مدت‌ها. و الان این بهانه ای که عملیات حمله مجاهدین، حالا مرساد، فروغ جاویدان، اسمش هر شما بذاریم، اینا داد. ولی خب اگر اونها رو میخواستن به اون بهانه بکشن، پس اونایی که چپ بودن و هرگز نقشی در این کار نداشتن اونا رو چرا کشتن؟ اونایی که از مرز نیامده و از عراق نیامده بودن، بچه 10-11 ساله رو 6-7 سال تو زندان نگه داشتن چون روزنامه مجاهد فروخته، نمیدونم روزنامه کار فروخته، و بعد از اینکه محکومیتش هم تمام شده ولی چون حاضر نیست که قبول کنه که اشتباه کرده، خب اینا با دنبال بهانه‌ای که به قتل برسن. این اصلا تعجب آور نیست از یه حکومتی با این اندیشه، با این دید که دنبال راه حل نهایی باشه. حالا مورخین وقتی آرشیوا باز بشه ما خب البته خواهیم فهمید که دقیقا کی با چه انگیزه‌ای و از چه مبدعی این کار شروع شد، ولی نتیجهش میدونیم چی بود. نتیجهش این بود که زندان ها رو خالی کنن و فقط هم مجاهدین نبودن. همین که این نشان دهنده این است که این نظریه درسته که اینا دنبال این بودن که یک راه حل نهایی برای خالی کردن زندان ها بودن، که نتیجهش هم به قول آقای منتظری این بزرگترین جنایتی بود که در تاریخ جنایتکار جمهوری اسلامی حتی از قبل از سر کار آمدن با سینما رکس آبادان چند صد هموطن ما رو جزغاله کردن که چی؟ که این کمک میکنه که به انقلاب نزدیک تر بشه. اینا آدم هایی هستن که چون تصور میکنن که حقیقت رو یافتن و حقیقت یه پدیده مطلقیه، هر وسیله و هر شیوهی توجیه براش. نتیجه دارم این جنایت هولناکی که در تابستان 67 به خوب پیوست و ایرج خودش شاهد زنده اون جریانات بود دیگه. بله، متشکرم. حال با توجه به این بخشی که صحبت شد، جناب آقای مستاقی گرامی، از اونجایی که برحال شما رو به عنوان طراح این دستگیری حمید نوری همه جا معرفی کردن و این بیان واقعیت هست، به شکل خیلی خلاصه برای ما توضیح بدهید، هرچند که اینجا اونجا گفتید البته اینا، ولی که برای اینکه کسانی که این برنامه رو میبینن این نگاه شما رو داشته باشن، حمید نوری چگونه دستگیر شد؟ امروز در سوئد هست و در واقع میره به سوی در دادگاه به صدا مورد محاکمه قرار خواهد گرفت، ولی داستان یا در واقع واقعیت دستگیری این فرد، اون لحظه‌ای که به دام افتاد چگونه بود به شکل خلاصه؟ ببینید، وقتی که حمید نوری دستگیر شد، همون موقع در
اطلاعیه کوچیکی که بعد دادم گفتم در یک عملیات پیچیده چند وجهی حمید نوری دستگیر شد. اون روز البته اسمش هنوز نیاورده بوده ابتدا، و این هم درست عبارتی بود که دستگاه امنیتی رژیم به کار برده بود برای دستگیری روح الله زم، که خب میدونیم بسیار بسیار کار ساده بود، فقط اونو فریب میدادن میبردن تا عراق، دیگه بقیهش مسئله حل بود. برای ما دستگیری حمید نوری دو بخش داشت که هر دوتاش مهم بود در تکمیل هم دیگه. ببینید، یکی این که چجوری میتونیم او رو به سوئد بکشونیم، چجوری به دام بیاندازیم، و بعد مهمتر از او رو چجوری میشه دستگیر کرد و میشه او رو آماده محاکمه کرد. هر دو اینا در تکمیل هم دیگه است. بنابراین ما دو، برخلاف همه یه داستانهای دیگه که در دنیا هست، شورید آیشمن رو وقتی میخواستن به روبایند از آرژانتین، فقط طرحی که اجرا میکردن این بود که آیشمن رو اول پیداش کنن، بعد آیشمن رو با یه طرحی که داشتن او رو از اونجا بردارن بیارن به اسرائیل. دیگه مسئله تو اسرائیل حل بود، اونجا دادگاه بود، اونجا کیفرخواست بود و اونجا مقامات اسرائیلی بودن و مسئله روشن بود، هیچ مشکلی نداشتن. ولی ما دو تا مشکل داشتیم، هم اینکه حمید نوری در واقع در تور ما قرار بگیره و اعتمادش رو جلب کنیم، خب، و هم اینکه حمید نوری دستگیر شه و بعد همین که بتونیم رو در زندان نگهداریم و بعد همین که یک پرونده تایید کنیم که به چیز منجر بشه، به محاکمه او. بنابراین این بسیار بسیار سخت‌تر از همه اتفاقاتی که در حالا در دنیا اتفاق بوده هست، و ما امکانات یک کشور رو نداشتیم، امکان یک دولت رو نداشتیم، امکان سرویس‌های امنیتی رو نداشتیم، امکان همکاری دولت‌ها رو نداشتیم، ما هیچی نداشتیم، خودمون بودیم و خودمون. بنابراین ابتدا به ساکن، ببینید از داستان اینجا شروع شد که من یک نامه‌ای رو دریافت کردم از هرش صادقی و ایشون داماد سابق نوری بودن. نوری دختری نداشتش در اینجا، دختر خوندهش بود، یعنی به این ترتیب که با مادر این خانوم ایشون هم با شوهرش همکار بوده، بعد اون شوهرش فوت کرده، بعد این خانوم به در واقع صیغه آقای حمید نوری شده بوده، ملاحظه میکنید، و بعد این دخترش در واقع با این فرد، با آقای صادقی ازدواج کرده بوده و این هم نمیدونسته خب کی هست، ولی بعدها تو صحبت ها میفهمه اون یک مقام قضایی یا یک دادیاری بوده یا یک قاضی بوده، یه همچین چیزایی رو متوجه میشه. و بعد تو درگیری هایی که پیش میاد، تهدیداتی که اونا میکردن که آره مثلا تو گونیت میکنیم، میگیریم، تیکت گذار میکنیم اینا، این متوجه میشه با آدم های خطرناکی طرفه. و بعد داستان هزانت یه بچه پیش میاد و بعد ایشون در واقع هزانت رو اونا با پرونده سازی که میکنن و قاضی میکنن و اینها، این پرونده رو میبرن و این بچه رو به دست میارن و این دختر امروز 4 سالشه و این پدر عاشق فرزندشه، هیچ انگیزه ای هم نداره، نه انگیزه سیاسی داره، نه انگیزه، نه مبارزاتی داره، هیچ کدوم از این نیست، فقط و فقط برای نجات دخترش اقدام کرده، دختری که عاشقانه دوستش داره. و بعد هم با من تماس گرفت که چیکار میتونیم بکنیم و بعد من همه چتا رو گوش کرد خوندم، بین اینا رد و بدل شده بوده، تمام فیلم ها رو دیدم، تمام صداها رو شنیدم، تمام کلیپ هایی که بود، و متوجه شدم که رابطه بسیار بسیار خصمانه است و در واقع به تهدید هم دیگه هم کشیده شده. منتها ما با اون گفت، با هم صحبت کردیم، با اون سناریویی که تهیه کرده در واقع این اعتماد سوخته رو برگردیده، یعنی به نوعی، و او هم بازی خودش رو میکرد، ما هم بازی خودمون. منم به آقای صادقی گفتم از نظر ما او این زمینه رو داشت، میخواست به سوئد بیاد یا اینکه این بتونه یه جوری چیز پاسپورت بگیره برای این بچه، و از چون باید پاسپورت ایرانی میگیره و پاسپورت ایرانی رو فقط
پدر میتونه بگیره طبق قوانین جمهوری اسلامی، مادر نمیتونه پاسپورت بگیره و پاسپورت در اختیار پدر بود و او پاسپورت خوب نمیداد و اینا میتونستن یه پاسپورت جدید تقاضا کنن یا میتونستن یک برگه عبوری بگیرن، نیاز به نفوذ داشت و اینها. در هر صورت همه این ماجراها باعث شد که ما سناریوی ما پیش رفت، سناریوی ما هر دو طرف دنبال بازی خودمون بودیم، او میخواست در واقع از بعد اون یک سفر لاکچری هم برای او، یک سفر لوکسی برای او تدارک دیدیم، سفری که توش هم سفر فنلاند بود با کشتی بود، سفر به بارسلونا بود، سفر به میلان بود و با هتل و همچنین انواع اقسام به قول خود اینا منکرات. بنابراین او با خوشحالی اومد و اینکه بیاد از محرویان اینجا هم استفاده کنه و اینها باعث شد که او به تور بیفته و تاریخ دقیق سفر، حتی بلیت سفر و اینها همه رو ما تعیین کردیم و آقای صادقی در واقع اون چیزی که میگفتیم اجرا میکرد. این یک. بعد مرحله حقوقیش، خب اون موقع دست ما خالی بود و بعد این رو من با کاوه عزیز که قبلا من خب با هم صحبت کرده بودیم، میشناختم، توضیح داده بودیم و راجع به این موضوعات دیگری به غیر از این پرونده من صحبت کرده بودم با ایشون. بعد موضوع رو با او طرح کردم چون نمیخواستم ابتدا در سوئد اقدام بکنم، همه حراسم هم بود که مبادا در اینجا یه مشکلی پیش بیاد و ما پشتوانه‌ای نداشته باشیم، متوجه بشن. نمیخواستم و میخواستم با یه پشتوانه حقوقی بیاید. بنابراین به ایشون گفتم، بلافاصله گفت آره میتونی میرد، مطمئن تو، فقط اگه بتونی دو سه نفر شاهد بیاری. بعد قرار شد که من برم به انگلستان و ایشون اومدن در واقع به فرودگاه با ربکا مونی که ایشون از دفتر حقوقی معتبر مکگوی هستن. اونجا ما خونه یکی از دوستانم که مختار شلالوند هست، قبلا در جریانش گذاشته بودم، برادرش در کشتار کشته شده و بعد همچنین حمید اشتری که یکی از زندانیان سیاسی بود، ما کلید این پرونده رو زدیم، این پرونده شروع شد. حالا دیگه بقیهش رو میتونید از کامل بپرسید. بله جناب آقای موسوی، به دنبال بخش اول این ماجرای دستگیری یک آدمکش جمهوری اسلامی و توضیحاتی که به هر حال منجر به دستگیری او شد و بعد از اون مسئله پوشش محکم قضایی و اینکه چگونه به مرحله دادگاه برسه، از زبان شما بشنویم دوست گرامی. ببین جناب دکتر، روزی که رجمن زنگ زد، خب قبلا درست پیش میگه قبلا صحبت های راجع به اینو مسائل ما کرده بودیم و من به رج گفتم دو تا سه تا شاهد اگه داری. این 17 اکتبر بود، بعد 17 اکتبر 2019 ایرج هم بر شیوه معمولش که تا یه چیز بگه فوراً شروع میکنه اقدام کردن، دیدم 19 اکتبر وارد چیز شد، یعنی تا ما بریم یه پیرن عوض کنیم آماده کنیم، دیدیم ایشون رسید فرودگاه. گفتیم خیلی خوب. من از این نظر نگران بودم که فردا موکلین دفاعی این آدم وقتی دستگیرش کنیم بگن این یه سری سیاسیون مخالف جمهوری اسلامی دسیسه کردن، یه پرونده سازی کردن. برای همین بود که خیلی اصرار داشتم یک همکار انگلیسی با من باشه، چون خود بنده در این کار قبلا از این کارا کرده بودم، در مواردی در مورد آرژانتین و رواندا در اندونزی و غیره. ولی چون این ایرانی بود، خود من ایرانی هم، ایرج ایرانی، سابقه سیاسی ما دیگه، بنده مثل گاو پیشونی سفید دیگه همه جا شناخته شدم که دشمن جمهوری اسلامی هستم، فکر کردم که یک حقوقدان همکار من که انگلیسی هم هست باشه بهتره. رفتیم اونجا و خب بعد از این که ما با ایرج و با توی ماشین که می رفتیم، ایرج به من سابقه این آدم رو خیلی بیشتر گفت، گرچه که من اون
راهنمای کتابش که نوشته بود دیدم که راجب نوری قبلا هم نوشته شده بود، یعنی نوشته بود راجبش، ولی خب گفتم الان این چیکاره میکنه. حقیقتش که این کارش کارچاپخونی بود، مانند کسی که واقعا 12 کلاس سواد نداره ولی پروانه وکالت داره دیگه. چون یعنی ببینید دادگستری ما رو چه کار کردن اینا، ایدهش تو 4-5 جلد راجب این موضوع خیلی مفصل نوشته. ولی مملکتی داریم که آقایی که از 18-19 سالگی دیگه سواد اینا که دیگه چه عرض کنم، ولی ایشون پروانه وکالت داره. و این اواخر هم که وقتی محتوای تلفنش باز شد دیدیم که با تمام قضات و دادگاه ها و زندان ها اینا در تماسه. ایرش توی راه که میرفتیم من توضیح دادم که کار این کارشاخونی بوده، یعنی افرادی که حکم سنگینی داشتن میرفته پول میگرفته و همون کارهایی که خود میدونه دیگه کم میکنه و غیره. و خیلی خوب تا رسیدیم منزل مختار عزیز و در اونجا من با مهدی اشتری مجدداً، چون قبلا در کنفرانسی که در آکسفورد داشتیم در نوامبر 2011 با حمید اشتری که یکی از شاهدین اولی بود و البته با خود ایرج اونجا آشنا شده بودم، کلی راجع به این مسئله صحبت کرد. اصلا موضوع اون کنفرانس این بود که خب علاج‌های حقوقی برای این مسئله هست یا نه. من اصرار میکردم که به طور قطع میشه این کار کرد و بالاخره 8 سال بعد وقتی داشت تماس گرفت فرصت پیش آمد که ما برویم و این کارو بکنیم. وقتی من شهادت هر سه نفر رو گوش دادم بهشون گفتم به طور قطع این آدم حداقل یه دهونیم مهمان دادستانی و زندان سوئد خواهد بود، که گفتن چطوری به شروع کردیم راجع به اصل نظارت قضایی جهانی صحبت کردن. اون موقع البته هنوز مطمئن نبودیم که پروازش از میلان که میاد آیا باید پروازش عوض کنه یا اینکه، چون این روز 19 اکتبر بود 20 روز بعد این آدم دستگیر شد. یعنی اون موقع ایرج من گفته بود که حواس جمع باشه که توی ایتالیا اقدام کنید، که من فوراً زنگ زدم روز یک شنبه یادمه که وقتی ایرج رفت و زنگ زدم به یک همکار حقوقیمون تو ایتالیا که گفتش که اینجا اونقدر بساطش تق و لقه که جمهوری اسلامی زود پول میده اینو درش میاره و تا درش بیاره تا محکمه بخواد چیز بشه فرارش میدن، سوئد بگیرنش خیلی بهتره. خب اون موقع زیر کدوم اسم اینه بگیریم اتهاماتی که میتونستیم بهش بزنیم چیا بودن؟ فورا ما تو اون 4-5 روز تمام دفاعیاتی که جمهوری اسلامی ممکن بود ارائه بده، این صحبتهایی که پور محمدی و غیره کرده قبلا که میدونید تا بین سال 1988 میلادی الا 2012 که ایران تریبینال بود که اینا الان میگفتن که همچیز وجود نداره، دروغه و افسانه‌هایش که مجاهدین و مخالفین و غیره دارن درست میکنن و خیلی ها مردد بودن، تا جایی که حتی تو ایران تریبینال چند خبرنگار اونجا بودن که میگفتن ما راجب مزاز نشنیدیم. یعنی شما 1988 میلادی این قتل عام شده، در 2012 وقتی ایران تریبینال بود و اونجا قربانیان و بازماندگان داشتن استشهاد میدادن، در حاشیهش من با چند تا خبرنگار صحبت میکردم میگفتن عجیبه که ما تا الان راجع به موضوع اصلا نشنیدیم. خیلی جالب بود. و خب ما بایستی کاری میکردیم که ببینیم جمهوری اسلامی دفاعیاتی که کرده چی بوده. آقای پور محمدی که در اومده بود گفته بود شرایط جنگ بود و این تو جنگ به اصطلاح وقیحی که استفاده کرد گفت تو جنگ که سوسول بازی نمیشه کرد و یعنی سوسول بازی است. توجه میکنید ما خیلی نگران بودیم که دفاعیاتی که اینا ممکنه بکنن چی هست. این که تمام رکورد ها رو رفتیم فورا نگاه کردیم و دیدیم که اینا دفاعیات اصلشون نیست، که اینجا در شرایط جنگی بوده، اینجا کشور در شرط جنگی بوده و حملات که اونجا بوده و ما داشتیم از کشور دفاع میکردیم و به این دلیل بوده که این واقع بود. خیلی خوب اگر این طور باشه که ببینید جنگ هم قوانین داره، قوانین جنگی 4 معاهده ژنو و اینا هستن که شما تو جنگ نمیتونی که بچه شیر خوره رو با سرنیزه بزنی تیکه تیکه کنی. برای همین بود که در دیوان نورنبرگ دفاعیات خیلی از اینها بی اثر بود. گفتن که خب ما گفتیم اگه دفاعیات اینا جنگی پس حتما باید این شکایتی که میکنیم زیر
مسئله چهار پیمان ژنو و قوانین جنگی رو در نظر میگه. اما راجع به اونایی که حمله نکردن به ایران، توده ای ها و چریک ها و بچه های پیکار و غیره، خب خیلی از اینها یه عده رو صرفا به خاطر خروج از مذهب اینا کشتن دیگه. اون موقع بحث نسل‌کشی خیلی جدی بود. دیوان جنایی بین‌المللی یوگسلاوی راجع به تعریفی از نسل‌کشی کرده بود که از معاهده جهانی منع نسل‌کشی که 9 دسامبر 1948 یک روز قبل از اعلامیه جهانی حقوق بشر به کرسی قانون بین‌الملل نشونده شده بود، اون از اون موقع واقعا تعریفی نشده بود که در عمل رویه قضایی برای این وجود نداشت. نیست که خیلی ما تو اون 20 روزی که بود، من یادم از ایرج خواستم اگه ممکنه کاری کنن که آمدن این یه چند روز عقب بیفته که ما بتونیم این کار رو طور خیلی جدی چیز کنیم، که همونطوری که خوشبختانه با اون قبلا آمادگی که داشتن طوری کردن که بلیط آقای حمیدنوری طوری بشه که اولا در ایتالیا زیاد تاخیر نشته باشه، که دفعه فیل هوای هندوستان کند و برود در ایتالیا شروع کند خوشگذرانی و اونجا کار مشکل بشه، و ثانیا اگه میشه چند روز عقبش بنزی که ما بعد. مسئله سوم این بود که خب این دوتا جای خود، ولی این اصل نظارت قضایی جهانی، همین یونیورسال جوریسدیکشن، رو در سوئد چگونه داره اجرا میشه؟ چون اصل نظارت قضایی اصلی است که همه جا حداقل در کشورهایی که قانون حرف آخر میزنه هست و اجرا میشه، ولی در کشورهای مختلف به نوع مختلفی انواع بستگی داره که تاریخی که این قانون آوردن توی کشور و غیره. مثلا این اصل وقتی من در رومانی دنبال اون قاضی منصوری بودم، دیدم که این اصل زمین تا آسمون فرق داره، این اجرای این اصل در سوئد و در رومانی. نتیجه این بود که خب ما بایستی این موضوع رو خیلی جدی تحقیق میکردم. من متاسفانه سوئدی نمیخونم و یه مقدار قوانینش رو فورا ترجمه کردیم روی چیز و دیدیم که زیر این دو نسل‌کشی خود مردد بودیم، ولی گفتیم حالا اینو بذاریم توی چیز. بعد من با چیز صحبت، یکی از همکاران آقای یورن پرمسون صحبت کردم، بهش تلفن کردم و گفتم یه همچین موضوعی هست، و اون گفتش که توضیح داد که در سوئد نظارت قضایی جهانی اینجوری اجرا میشه. در مورد این آدم یه خود بیشتر توضیح بدیم، که من شاید یه ساعت خورده باش صحبت کردم. گفت خیلی خوب، پس شما چیز کنید، شما این شکایت نامه رو آماده کنید زیر همون اصل کلی نظارت قضایی بین‌المللی. میگم اصل قضایی بین‌المللی همه جا هست، مثل هوای که در فرانسه در پاریس یه جوره، ولی در اکسفورد ما یه جور دیگه است، هر دو هواست، ولی در یه جا میبینی که بوی بنزین شما رو خفه میکنه، در یه جا میبینی نه، ولی هر دو هواست. در سوئد خوشبختانه یکی از مترقی ترین و یک دادستانی خیلی پرواکتیو فعالی راجع به این موضوع، چون بعد از مدهی از این جنایتکاران آرژانتین و شیلی فرار کرده بودن به سوئد، چونجا کشور خب حس میکردن که تحمل گروه های مخالف میکنه. مثلا اون کاپیتان اورتیز در سوئد دستگیر شد دیگه، از این جنایتکاران خیلی معروفی بود که در اون اسکول و مکانیکا در بوئنوس آیرس شیوه های مختلف شکنجه رو اینا رو داشت درس میداد به یاده. این است که سوئد خب از این نظر خیلی خیلی جلو بود. بعد وقتی ما آماده کردیم اینو، من به یورن دوباره زنگ زدم، بهش گفتم که فلانی اینو شما خودت ببر دادستانی، من الان شماره دادستانی رو پیدا کردم باشو. گفت مزالک تو خودت هم به دادستان زنگ بزن. من دادستان نمیشناختم، ولی تلفن زدم به اداره جنایت جنگی، باشون صحبت کردم، گفتن که اگر در اینجا یه وکیلی داشته باشید کمک بزرگی میکنه. اونجا بود که ما گفتیم پس یورن این کار میکنه، و از اون موقع دیگه خب ما روزی که حمید نوری داشت میومد، آقای هرشی صادقی خودش خلبان بوده ظاهرا و خیلی بلده که ما رو رصد کنه روی اپلیکیشن های که دانشجو بوده، دوره میخواسته ببینه، نبوده، خلبان نیست، آن دوره. خیلی خوب، ولی برای توانایی رصد حمید نوری رو داشت. بعد عکسش رو برای من فرستاد که فلانی الان سوار شده، الان داره عکس میفرسته، داره میخنده.
گفتم اگه میدونست که اینجا برسه خندش خوش میشه چگونه. بعد مثلا هر یه رو به من عکس چیزی میفرستاد که پروازش اصلا الان از روی مرز ایران خارج شد، الان نمیدونم رو ترکیه است، الان روی فلان جاست. ما هم خب بالاخره خیلی خیلی مضطرب بودیم با ایرج. هم اون روز من شاید 50-60 دفعه دارم صحبت کردیم که بالاخره تا اینکه ایشون آمد. وقتی رسید فرودگاه دیگه، وقتی رسید به هرش خیلی بیرون بود با دست گلی، همونطور که ایرج میگفت منتظر بود که بره سوار کشتی بشه و بره بگرده و همین کارهای منکراتی که. ولی من بهش گفتم تو مطمئن باش از گمرک بیرون نمیاد. گفتش اینجا چند نفر اینجا منتظرش هستن. گفتم خب اونا خود تو بزن به این حالت که تو هم منتظرشی و نمیدونی. که بالاخره بعد چند ساعت هم دیدیم که ایشون بیرون نیامد و 21 ماه دید هنوز مهمون ایرج مستاقی است در سوئد. تا ببینیم که ایشالا محاکمهش هم هفته آینده شروع میشه و همونطور که حدس میزدیم سالیان سال ایشون مهمون خواهد بود. در خرجش و مالیات های سوئد خواهد داد. خیلی متشکرم جناب آقای موسوی گرامی. بنابراین مسئله هم نسل کشی مطرح شد هم جنایت جنگی، درسته؟ این دوتا مورد در الان نسل کشی رو چیز نکردن، قبول اثبات نسل کشی بسیار سخته و چنین چیزی به سادگی صورت نمیگیره و همین دلیل دادستان مواردی رو ذکر میکنه که بتونه اثبات بکنه و به همین دلیل هم نقض قوانین بین المللی، حقوق بین الملل، هم و جنایت بزرگه که البته یالوارشان وکیلمون میگفت به نوعی در واقع همون جنایت علیه بشریته و میگفت زیر مجموعه اونه و همچنین قتل عمد در ارتباط با زندانیان چپ به خاطر اینکه اونا رو با دلیل ارتداد کشتن قتل عمد محسوب میشه. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم برای تمامی توضیحات بسیار زیبا که هم برای مردم امروز ایران ما مورد اهمیت هستش، هم برای تاریخ بخاطری که شما دارید مطرح میکنید. حالا جناب آقای مستاقی، در ارتباط با مشخصا خود حمید نوری که در ارتباط با زندان گوهردشت به ویژه این فرد دارای بر حال فعالیت بوده، به نظر شما بر پایه اطلاعاتی که شما دارید حدودا در چند قتل سیاسی و یا شکنجه زندانیا او شرکت میکرده و یا شرکت کرده، یا اینکه به هر حال حدس شما در این زمینه چیست، میزان جنایاتی که این کرده؟ ببینید ایشون به خاطر دادگاه، یعنی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات او در ارتباط با کشتار 67 در زندان گوهردشت میپردازه و نه کشتارهای قبل یا بعد، یا نقشی که او در سرکوب قبل یا بعد از این تاریخ داره، فقط میپردازه به چند هفته از زندگی حمید نوری در زندان گوهردشت. و میدونید خب ایشون در اوین هم نقش داشته بعد از، یعنی کشتار دادیار اوین بوده ولی به اون مسائل پرداخته نمیشه. در زندان گوهردشت صدها نفر در کشتار 67 اعدام شدن، حداقل من میتونم بگم بیش از 650 نزدیک 700 تاشو من میشناسم که اسامیشون رو تایید کردم و ذکر کردم. اینا تماما در زندان گوهردشت قتل رسیدن و از نظر من با توجه به اینکه خودم شاهد بودم اونجا، حمید نوری در قتل همه اینا مشارکت داشته، بماند که او در پنهانسازی جنازه اینها مشارکت داشته و امروز خانواده‌هاشون دقیقا نمیدونن بچه‌هاشون کجا خاکه. یه تعدادی را که در بهشت زهرا قبرهایی رو دادن، اطلاعات اصلا روی سنگ قبرها همه نادرسته و اینه که خب او بایستی به این مسائل پاسخ بده. بماند که نقشش در سرکوب زندانیان در زندان گوهردشت، در ضربات شتم‌ها، در شکنجه ها، در آزار و اذیت‌ها در این پرونده اومده. با توجه به این نکاتی که مطرح میکنید، آیا او ممکنه از این دفاع بکنید که به عنوان یک
مجری عمل کرده و اجرا کرده و بنابراین بخواد مسئولیت خودشو پنهان بکنه یا ضعیف نشون بده؟ از شما ما نمیدونیم اونا اینها چه استراتژی دفاعی رو در دادگاه پیش میبرن، ولیکن مدارک کافی و مستندات کافی وجود داره. ببینید اتفاقا مفسر معروف و نامدار جنایی سوئد، میتونم بگم بدون رقیب سوئد، ایشون در یک برنامه‌ای که پریروز داشتن در تلویزیون کانال 4 سوئد، با توجه به مفاد پرونده ایشون گفتن به نظر من او تقریبا مطمئنن به زندان ابد محکوم خواهد شد. اتفاقا دادستان پرونده هم همین رو مطرح کردن. دادستان پرونده گفتن هر پرونده ایشون به دادگاه نمیبرن یا مسئله چه بحته نمیگیرن مگر اینکه وجدانن خودشون به این مسئله واقف باشن. در ارتباط با این مسئله ایشون اسناد، مدارک و شواهد کافی دارن و به همین دلیل به دادگاه رفتن و بعد هم ایشون که البته دادگاه باید تصمیم نهایی رو بگیره در ارتباط با اتهامات، ولی خود ایشون گفتن که حمید نوری در واقع با دو گزینه مواجهه، یا آزادی که خب تبرئه از اتهامات، یا چنانچه محکوم بشه حکمش ابد خواهد بود. مستندات کافی وجود داره. وجود داره. ببینید از تلفن دستی او که به دست اومده، اولا توش کاملا مشخصه که اسم او حمید عباسیه، یعنی همون چیزی که تو زندان معروف بود، چون بسیاری باهاش تماس گرفتن با نام حمید عباسی. درست. خب این مشخصه حمید نوری و حمید عباسی یه نفره. و در ثانی مشخصه که با رؤسای زندان اوین و گوهردشت و مقامات این دو زندان تماس داشته و همچنین با مقامات عالی رتبه قضایی و سواد حقوقی از قوانین رژیم داره و سواد حقوقی یا آشنایی با مسائل حقوقی در سطح بالایی داره، خب به خاطر تجربه 40 سالش در دستگاه قضایی. ولی جدای از اینها، اینکه این تلفن هم متعلق به ایشونه، از او گرفتن و خودش تصدیق میکنه که این تلفن مال اوه، یعنی نمیتونه فردا دادگاه بگه تلفن دیگه جاشو بردید. ملاحظه میکنید نشونش میدن میگن این تلفنه. خب اون نمیفهمه، خب تو سوئد که با شکنجه کسی اقرار نمیگیرن که، چون میتونست تو دادگاه بگه نه مال من نیست، عوضش کردید این تلفن، اون تلفن من نیست که گرفتید. ازش میپرسن میگن این تلفن تلفن توه، میگه بله، میگن که میگه همونی که از گرفتی، میگه آره، میگه و میگه بله، رمزشو ندادی، میگن ما خودمون شکوندیم و اینا. یعنی در واقع ازش تصدیق میگیرن که این تلفن تلفن خودشه و این سند بسیار بسیار مهمیه و اسناد زیادی در تلفنش به دست اومده. جناب آقای موسوی، در ارتباط با همین جنبه جنایتکاری این فرد و این که به هر حال در قتل شکایت، یعنی شرکت داشته، قتل عمد همونطور که مطرح شد، آیا این که یک فردی از نظر قوانین مربوط به حقوق بشر و در دادگاه‌های چنینی این که مجری باشه یا به عنوان فرد مسئول و سازمانده باشه تفاوتی خواهد کرد در میزان به هر حال حکمی که به او خواهند داد؟ ببینید اینجا شاید دو سوال اینجا هست از بینندگان شما که تفاوت مرحله تعیین تنبیه و تعیین مجرم بودن یا تبرئه. ببینید در مرحله تعیین اینکه کسی مجرم یا غیر هرگز نقشی نداره. اینکه از دیوان نورنبرگ یکی از دفاعیات خیلی از افسران و متهمین بود که ما دستور داشتیم و اگر اجرا نمی کردیم پدر خودمون در می آوردن. دیوان رأیش این بود که الان این رویه قضایی شده در رویه قضایی جنایی بین‌المللی که مأمور و معذور دیگر وجود ندارد، چون دستور می گرفتی این عذر نیست. اما اگر منوط بر این که میزان تنبیهی که می شدی اگر فرمان رو اجرا نمی کردی، این در مرحله تنبیه در نظر گرفته می شه. یعنی دادگاه میگه که ولی این آقای نوری که کوچکترین نشانه ای از تا حداقل تا این روز اشاره ازش نشانه ای از پشیمانی که نه تنها دیده نمی شه بلکه با پررویی و وقاحت کامل
داره میگه که مجاهدین حمله کردن و اینا نمیدونم حجت الاسلام کشتن و پاسدار کشتن و غیره و غیره. خب پس در مورد این که مأمور معذیر بودن هرگز، راجب این مطلبی که فرمودی اینجا میگه بیاد وظیفه دینی داشتن، ببینید این جوامعی که قانون درشون حرف آخره، یعنی حکومت قانون درشون هست، یعنی جامعه لیبرال، اندیشه سیاسیشون و پایش رو جان سیوارد میل نوشته دیگه. شما جان سیوارد میل معتقد بود شما آزادی هر عقیده میخواد داشته باشی، به شرط این آزادی و عقیده تو مزاحم آزادی و عقیده دیگران نباشه. شما عقیده دینی بسیار خوب بفرما، هر عقیده دینی میخوای داشته باشه و برو مذهبت هم دنبال کن و کتابت هم بخون و سعی هم کن که تبلیغ کنی، هیچ مشکلی نیست، به شرطی که جلوی دیگران برای این کار نگیری. و چه بسا که اگر این تبلیغات تو منجر به کشتن گرفتن جان افراد دیگه هم بشه. نیست که دفاع این که من وظیفه دینمو داشتم اجرا میکردم جواب قانون به فارسی سلیسی که شما غلط زیادی میکردید، شما وظیفه دینیتون داشتید اجرا میکردید، وظیفه دینی شما در یه محدوده خصوصی زندگی شما کسی اعتراضی نداره، شما هر اعتقادی باید داشته باشه، ولی تو حق نداری که با اتکا به این جون افراد بگیری بگی که کسی مرتده، از دین بدون اجازه رفته یا اصلا از دین رفته یا نماز نمیخونه اونقدر بزنیش، چون با خانوما که میگفتن نمیکشیمشون اونقدر میزنیمشون که برگردن بیان چیز. حمید نوری نه تنها در نوشته های ایرج من میبینم بلکه خیلی از شاهدان اینو تایید کردن که یعنی مرتکب این نوع جنایات بوده. در مرحله میزان چیزش وقتی من اومدم دادستان ببینم در سوئد، اصرار رو میکردم که این موضوع نسل‌کشی رو دنبال کنه. آخر من گفت فلانی تو میخوای محکوم بشه یا اینکه میخوای یه دونه نتیجه سیاسی بگیری؟ گفتم محکومیتش هم نتیجه سیاسی برای ما هست، بدانی که این خودش محکوم نیست، تمام حکومتی که این مجری و پادوش بوده و نوکرش بوده محکومه، ولی اهمیت نسل‌کشی نیست که از دید من. و راجع به موضوع بحث حقوقی داشتیم، گفتم ببین رویه قضایی دیوان جنایی بین‌المللی یوگسلاوی رو ببینین راجع به سرپنیتسا چی گفته. در اونجا در قتل عام سرپنیتسا دیوان رأی داده که نسل‌کشی یه پدیده کمی نیست، یه پدیده کیفی است، یعنی شما رو بخواد کسی رو به خاطر مذهبش بکشی این نسل‌کشی است. حالا لازم نیست که 100,000 نفر باشن یا 500,000 نفر، لازم نیست 1.5 میلیون نفر ارمنی در عثمانی به قتل عام رسیده باشن، نه. این وقتی رافائل لمکن این معاهده جهانی نسل‌کشی رو داشت می آورد که به جلوی سازمان ملل بذاره، در اون موقع در شورای مجمع عمومی که در پاریس بود، بحث این بود که باید جلوگیری کنیم از این نسل‌کشی که آلمان نازی در اروپای شرقی کرده و غیره و غیره. ولی دیوان جنایی بین‌المللی یوگسلاوی اینو خیلی خیلی باز کرده، شکافتتش و تعریف نسل‌کشی رو. من اصرار میکردم که با دادستان که نسل‌کشی در مورد این صدق میکنه. آخرش وقتی رفتیم نهار گفتش که فلانی تو همون نتیجه رو میگیری، چون اینی که این ادعایی که شما میکنی اگر مدلل و مستدل باشه، اگر این شاهدایی که یواش یواش دارن میان جلوش بشه، این به هر حال عبد خواهد گرفت، تو دیگه بر تو فرق نمیکنه. دیدم بهتره ما چانه نذاریم سر این که چیز کنه، همین که حمید نوری دستگیر بشه و محکوم بشه، چون نگران روز اول ما فقط دستگیریش نبود، ببینیم که بچینیم محکوم. الانم که خوشبختانه هم تو کیرج گفت متخصصین این امر که در سوئد هستن میگن که ابد و خواهد گرفت که دیگه در واقع این محکومیت جمهوری اسلامی است دیگه. و چه خوشا به حال ما که در هفته‌ای که آقای رئیسی داره میاد حمید نوری هم محاکمه شروع میشه. بله جناب آقای مصداقی گرامی، همونطور که در صحبت آقای موسوی هم بود اشاره شد به جنبه دینی، از نظر شما بر پایه یک نگاه روانشناسانه انگیزه چنین فردی رو چجوری شما توضیح میدید؟ آیا اینکه اقدام بکنه جان آدمی رو بگیره، این به خاطر اعتقادات دینی هستش، به خاطر اینکه مأمور دولت هستش، به خاطر حفظ موقعیت و مقام خودش هستش، حفظ دستمزد خودش هستش؟ چه مکانیزمی در روان این فرد جاری است که به راحتی آدم میکشه؟ خب ببینید، من تخصصی در زمینه روانشناسی ندارم و نمیتونم بگم که او چرا دست به این نوع اعمال میزنه یا چه مکانیزمی در
مغز او میگذره که به این تصمیم گیری یا مشارکت در این تصمیم گیری منجر میشه. ولی چیزی که خب خودم شاهدش بودم و اینجا میدونم، ایشون کوچکترین اعتقادات مذهبی نداره، لااقل امروز نداره، و ایشون شرب خمر میکنه، خب الکل میخوره، دنبال در واقع پری رویان هست، ماه رویان هست، نه در سوئد، در ایران هم روابط بسیار ولنگاری داره. خب شما دیدید یه فیلمی از ایشون هست، یه کلیپی که ایشون داره میرخصه با آهنگ مرجان، داره تو ماشینش میرخصه. اون دقیقا میتونم بگم حدودا یه دو هفتهی حدودا قبل از دستگیریش بود اون فیلم، حالا من دقیقا تاریخش یادم نیست، ولی بعد از این بود که او فکر کرده بود میاد سوئد و اینجا با ماهرویان مواجه میشه. خب ببینید، خب یه همچین آدمی که اونجوری داره میرخصه از خوشحالی و فریاد میزنه، پشت ماشین داره میرخصه، این یعنی دیگه در سرحد سرخوشی است و این در ذهنش داره تصور میکنه که چه دنیایی داره میاد و چه امکاناتی براش هست و چه جوری میاد که ازش استفاده کنه. ببینید، کوچکترین اونجا کوچکترین اعتقادی نیست و عرض کردم کسی که در ایران مردم رو به خاطر شرب خمر و زمین ها شراب خوری نمیدونم اینا شلاق میزنن، اینجا خودش میخوره. حالا تو ایرانش نمیدونم چی کار میکنه، ولی تو اینجا میخوره لااقل، میدونم و میخورده، و همه اون چی که در ایران ممنوع هست اینجا اینا براشون آزاد هست. حالا من شاهد ایرانش نبودم، ولی اینجاش دیگه میدونم و در جریان گفتگوها و چتها هستم و فیلمها هستم و صداها هستم و همه رو خوندم و همه رو شنیدم و همه رو نگاه کردم. بنابراین مطمئنم نسبت به اون چیزی که میگن کوچکترین اعتقاد مذهبی، حتی اون چیزی که ادعا میکنن ایشون نداره. آیا همین نکته رو در ارتباط با همون زمان، یعنی حدود 10 سال پس از انقلاب اسلامی هستش، فردای جنگ ایران و عراق هستش، آیا این فرد از نظر اعتقادات دینی، خب به طبع خیلی از اینها امروز هم توش گفتی شرح حال دیگران هم به همین ترتیبه، آیا اون مکانیزم ایدئولوژیک و دینی در اون لحظه به شکل پررنگتری عمل نمی‌کرده در ذهن؟ بله خب بوده. ببینید، در اصل در این که این یک نظام ایدئولوژیک بوده، یک نظام در واقع مبتنی بر ایدئولوژی و اسلام و شیعه هست، تردیدی نیست. بذارید من یه نمونه رو خدمتتون بگم از همین خود حمید عباسی، من یادمه در که در کتاب اومده، من یادمه که این همین جوری که تو راهرو مرگ بود اسم یک نفر رو خوندن که قبلا برده بودن اعدامش کرده بودن، یعنی میخواستن دوباره ببرنش نزد هیئت ولی کشته بودنش بیشتر. وقتی اسمشو دوباره صدا کردن تو راه روی مرگ، حمید نوری، من زیر چشمند میدیدم حمید نوری اینجوری اینجوری کرد، یعنی اینکه بردن دارش زدن اینجوری اینجوری، یعنی اشاره به ته راه روی مرگ میکرد که اونجا آمفی‌تئاتر زندان بود، و بعد کلش تکون داد. بعد من دیدم که کنار راه روی مرگ شوفاژ بود، بعد این همینجوری از بغل شوفاژا میرفت، یه خودکار دستش بود، به این شوفاژا میکشید، بعد هی میگفت عاشورای مکرر مجاهدین، عاشورای مکرر مجاهدین. من اینو تو خاطرات زندانم نوشتم، چیزی نیست که امروز بعد از دستگیری حمید نوری من اضافه کرده باشم یا مدعی شده باشم. بله. خب جناب آقای موسوی گرامی، با توجه به تخصص شما و شرکت شما در دادگاه بین‌المللی که به هر حال در کارنامه زیبای شما قرار داره، شما در ارتباط با مسئله این که این فرد از نظر قانونی به هر حال در قتل عام شرکت داشته و نکات به این ترتیب، حال شما نظرتون در مورد تاکتیک و استراتژی اون فرد یعنی حمید نوری و وکلای او چیست؟ چگونه سیستمی برای دفاع خودشون فکر میکنید که متصور شدند؟ تجربه چند موضوع نشون میده. اولا که این خودش قربانی این کارهاست،
و البته تا این ساعت که کوچکترین اشاره ای از پشیمانی درش متاسفانه، واقعا میگم متاسفانه، دیده نمیشه، چون برای هر قدم جنایتکار و تبهکار باشه، ما با یک انسانی که من امیدوارم هنوز قابلیتی نداشته باشه که برگرده به دامن انسانیت و بشریت و قانون این امکان میده. من بعد از این که ما موفق شدیم اینو دستگیرش کنیم، خیلی مادرها با ما تماس گرفتن و میگفتن که ما فقط خواهش میکنیم که به ما بگه که بچه‌مون کجا خاک شدن. من امیدوار بودم که این آدم سر عقل بیاد. البته الان که رئیس شده، رئیس جمهور، با اون وقاحتی، اون نواری که درست کرد که خانوادش ضبط کردن و بعد منتشر شد، دیدیم که نه، کوچکترین اثری از، اگر هم از پشیمانی بوده، هر آدمی که نیمچه عاقل هم باشه جناب جدی، 20 ماه توی انفرادی باشه، خب فرصت فکر کردن داره، دونی فرصت فکر کردن. اگه خب این آدم که همونطور که ایرج میگفت دنبال منکرات دائما، وقتی این فرصت نداشته باشه، خب اقلا در دیوار وقتی جمع کنه، سوال بخوشی که چطور شد من اینجا از اینجا سر در آوردم، من چیکار کردم. و متاسفانه خب میبینیم که یه همچین تجدید نظری در وجودش به وجود نیمده. خب اگر بنده اگه این بدشانسی رو داشتم که وکیل مدافع او باشم، چندین کار ارائه میدادم. یکی این بود که این توطئه سیاسیون مخالفین ایرج مصداقی که سابقه اش روشنه، دشمن جمهوری اسلامی است، کاوه موسوی هم که خب دیگه گاو پیشونی سفید دشمن جمهوری اسلامی است، و اینا با هم نشستن با هم یه دسیسه ای کردن که موکل ما رو تو تله بندازن. خوشبختانه خداوند دشمنان رو ما رو از میان ابلهان انتخاب کرده و این آدم از این فرصت استفاده نکرده با این کارهایی که میکنه. خب موضوع دوم اینست که بگیم نه، حالا هر قدم کج فکر باشه یا اصلا اهل فکرم نباشه، این خودش قربانیست، قربانی یه سیستمیست که بالاخره هر قدم همین که داره از این سیستم دفاع میکنه نشون میده این ناقص العقله. پس باید به عنوان یه آدمی که یه خورده، یعنی جایش باید در دارالمجانین باشه تا اینکه در زندان، پس باید با نظر به مقررات سوئد و غیره نسبت به افرادی که یه خورده از نظر این بالایی اشکال دارن، یه خورده دادگاه یه سمپاتی نسبت بهش داشته باشه. سوم این است که اون شرایط خاص رو شما در نظر بگیرید و اون شرایط خشونت خاص بوده و غیره. بسیار بعید میدونم که این وکلاشون اون دفاعیاتی که جمهوری اسلامی کرده بکنن، چون نص صریح 4 ماده مشترک ژنو و اصل سوم هم خیلی خیلی روشنه، در هر 4 تاشون هست. این است که بسیار بعید میدونم از دفاعیاتی که جمهوری اسلامی در توجیه این موضوع بعد از اینکه سالها منکرش بود بیان استفاده کنن. همین که ببینید جناب جده، همین که این تو زندان زیری اسم دیگه کار میکنن، بعد خاوران رو نمیگن، قبرستان ها رو نمیگن کجاست، یعنی این خودشون واقف بودن کاری که میکنن جنایته. ببینید ذهنیت فکری منتظری با این آدما اونقدر تفاوت نداشت که جلال ایجادی با منتظری تفاوت داره، ولی منتظری صریحا بهش میگه تو اون نواری که منتشر شده، شما 4 نفر نامتون به عنوان جنایتکارترین افراد در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد. خب این نشان میده که اونا میدونستن دارن چی کار میکنن، ولی این خب جاه طلبی، اینا همه سنشون 20 و اندی سال بوده دیگه، منتظری به یه جایی رسیده بوده خب که دیگه کم و بیش آخرهای عمرش نزدیک داشت میشد و امیدوار بود که بتونه یه مقدار یه خدمتی بکنه و موقعیت خودش هم به خطر داشت. ولی این آدم ها آدمایی بودن که تشنه قدرت بودن و در مورد رئیسی هم دیدید که در مورد رئیسی و نیری و آقای پور محمدی دیدی، یکی وزیر شد، یکی الان رئیس جمهور شده، اون یکی هم که دادستان کل کشور و دادستان انقلاب و غیره شده. اینا به خاطر جاه و مقام و غیره این کارو کردن. اینا رو مسلماً وکیل مدافع آدم عاقلیه و فکر خواهد کرد که از اینا بهتر من استفاده نکنم. تصور میکنم که اولین کاری که خواهد کرد اینه که این هم مانند هزاران دیگه بوده و این بدشانسی داشته، تله مصداقی و موسوی و هرش افتاده، اینا هم سابقه شون روشنه. ولی همونطور که ایرج گفت که هرش صادقی کوچکترین سابقه
سیاسی نداره اصلا و بدا، انسانیش که در زندگی خصوصی خودش با مشکلات خودش بوده. کار وکیل مدافعش کار مشکلیه، به خصوص که موکلش بزرگترین دشمن خودشه. اگر موکلش اومده بود امروز از مادرها التماس بخشش کرده بود، و چون در دیوان جنایی بنلری داشتیم از داعشی که گرفته بودن در بوکینا فاسو که بعد در تیمباکتو اون آثار تاریخی رو از بین برده بودن آورد، و اولین حرفش بود که واقعا دو زانو معذرت خواست، گفتش که من جنایت علیه بشریت کردم، این میراث بشری رو من نابود کردم و غیره. ولی حمید نوری متاسفانه این کار رو نکرده و کار وکیل مدافعش کار مشکلی خواهد بود. متشکر. جناب آقای مصداقی، با توجه به اینکه به هر حال اشاره‌ای هم شد به حکومت اسلامی، واکنش جمهوری اسلامی در باره این دادگاه چه بوده؟ آیا برگزاری این دادگاه و احکام اون حکومت خامنه‌ای رو در تعینا قرار میده و به خطر میاندازه؟ و اینکه به هر حال رژیم چجوری احساس میشه که برخی برخوردها رو کرد در ابتدا، ولی که امروز یک نوعی عدم وسل درگیری خودش رو میخواد به نمایش بگذاره؟ و آیا اینکه حتی حمید نوری قربانی بکنه؟ نگاه شما در ارتباط با این مطالب چیست؟ بفرمایید. جمهوری اسلامی تا حالا هیچ واکنشی نشون نداده، چون خط قرمزه، و عملا هر واکنشی نشون بده به ضرر حمید نوریست، و هر نوع واکنشی که نشون بده محکومیت او رو به طور قطع و یقین پیش خواهد آورد. به همین دلیل اونها هم این مسئله رو میدونن، اونها هم مشاوران حقوقی دارن و میدونن که نبایستی به این مسئله نزدیک بشن. مسئله بعدی مسئولیت بالاترین مقامات قضایی رژیم در و حتی سیاسی رژیم در این کشتار هست، و میدونن گره زدن خودشون به این پرونده میتونه پای اونا رو بیشتر درگیر این پرونده بکنه. به این دلیله روزهای اول آقای حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اومد تکذیب کرد اساسا که چنین کسی وجود داشته، در قوه قضاییه بوده و چنین دادیاری بوده، ولی کن خب بلافاصله او رو ساکتش کردن و اجازه ندادن نه او و نه کس دیگه‌ای در این در رابطه با این پرونده اظهار نظر بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی کاملا آگاهانه راجع به این پرونده برخورد میکنه و حساسیت‌هاش رو میدونه، سعی میکنه فاصله بگیره، منافع نظام حکم میکنه، راهی به غیر از این نداره، نمیتونه دخالتی در پرونده بکنه، نمیتونه کمکی به حمید نوری بکنه. هر چه بیشتر دخالت کنه بیشتر وضعیت رو برای حمید نوری مخاطره آمیز میکنه. این یکی است. اما بله، در طول این دو سال گذشته مهره های خودش رو در خارج از کشور فعال کرده، اونها به در واقع تئوری هایی رو مطرح کردن، مبنی یعنی که خود رژیم جمهوری اسلامی پشت این ماجراست، خود اونها اینو اصلا لو دادن، و بعد گروه های سیاسی مثل از فرقه رجوی گرفته تا حتی در میان دیگر گروه هایی که احساس میکنن یک رقابتیست و اونها شکست خوردن، این تئوری ها رو مطرح میکنن، و اینا در واقع در خدمت سیاست رژیم هستن و به نوعی بلندگوی رژیم. میدونید خب اون ابتدا به ساکن حملاتشون رو متوجه آقای کاوه موسوی کردن، و به جایی که حمید نوری رو روش متمرکز بشن، دیگه حالا متمرکز شده در روی کاوه موسوی جور بشن، این بود که حالا در دستگیری حمید نوری و تشکیل پرونده حقوقی مشارکت داشته. خب بابا شما این حرفا رو چرا قبلا یادتون نبوده؟ حالا یادتون افتاده؟ این یک. بعدش بعد از او اومدن روی من و اینکه بله اساسا چراغ اینو دستگاه اطلاعاتی امنیتی رژیم این کارو کرده به خاطر رقابت‌های بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، و بعد می‌خواستن ایرج مصداقی رو سفیدش بکنن. حالا بعد همه اینا، بعد خب پای رئیسی وسطه، بعد جنایت علیه بشریت. شما مثلا این روزا نگاه کنید
صدها گزارش تا حالا اومده در روزنامه ها، نشریات، تلویزیون ها و و اصلا موضوع کشتارش از هفته ورده روی میز. پس ببینید یک همچین مغزهای عدیدی وقتی میانی مسئله مطرح میکنن، ببینید تا کجا اینها در خدمت دستگاه قرار میگیرن. آخرین تئوری که مطرح کردن بعد از انتشار تیزر فیلم نیما سردستانی و اینکه کاملا نشون میده که نه چجوری ما اینو از ابتدا در تور انداختیم، به تله انداختیم، با اسناد مدارک و شواهد داریم نشون میدیم و بماند که همه بلیط ها رو داریم، رزروهای هتل رو داریم، همه این مسئله در دست خودمونه. ببینید حالا بعدن دیگه مطرح میکنن دیگه، خب حالا این دفعه آقای هرش صادقی ایشون در واقع مشکوکه، حالا این مشکوکه، هنوز تا حالا امنیتی نشده ولی مشکوکه و همون از همون در واقع کسانی که تا دیروز اون تئوری‌ها رو مطرح می‌کردن امروز این موارد رو مطرح می‌کنن. در واقع اینا به طور غیر رسمی سخنگوی رژیم در خارج از کشور هستن. حال هنوز پای نیما سروستانی رو به عنوان عنصر چهارم مشکوک این پرونده وسط نیومده. تا حالا سه نفری که راجع به این پرونده دخالت داشتن رو به نوعی به این ترتیب براشون پرونده سازی شده. هم از اول که میگفتن قرار حمید نوری رو ولش کنن، بعد منو کاوه موسوی رو دستگیر کنن، حتی میگفتن ما باید بریم دنبال وکیل و باید بریم قایم شیم و سوراخ‌گوش بگیریم و اینا. منتهای مطلب الانم به این بسنده کردن که بعد قرار ایرج مصداقی بغل حمید نوری با هم دیگه محاکمه شن. حالا فکر کنید من اولین شاهد و اولین شاکی پرونده و بعد اینم راجع به هرش صادقی میگم، فقط الان نیما سروستانی تا این لحظه نگفتن مشکوکه و دستگاه امنیتی بودجه در واقع فیلمش رو تهیه کرده که خود فیلمم خود دستگاه امنیتی درست کرده. هنوز اینو نگفتن ولی بعد من پیش دستی میکنم میگم اینم سناریو بعدیشون قطعا مطرح خواهد. بسیار خوب، با توجه به میزان وقتی که داریم چند نکته مهم دیگه باقی مونده. جناب آقای موسوی، با توجه به نکاتی که گفته شد، آیا این دادگاه و پیروزیه که مورد آرزوی همه ایرانیان دموکراسی خواهستش و همچنین دادگاه اسدالله اسدی و غیره روی سیاست‌های کشورهای غربی آیا تأثیری میتواند بگذارد؟ یا چگونه از این ماجرا باید بهره برداری کرد که به در ارتباط امر حقوق بشر در ایران اینها واکنش مساعدتری نشون بدن؟ بفرمایید. اسدی رابطش با نوری میشه گفتش که اینیست که ماهیت رژیم عوض نشده. نوری در 1367-1988 این جنایاتو کرده، آقای اسدی در 2018 اومده و کوشش کرده بمب بذاره وسط پاریس و عده زیادی رو به قتل برسونه. یعنی این ماهیت تبهکار، آدمکش، بیقانون، یاغی این حکومت، میبینید علارغم تمام ادعاهای جبهه اصلاح طلبی و غیره، اگه شما بخواید خلاصش و چکیدش رو بکشید ببینید این حکومت هنوز اون حکومته و هیچ فرقی نکرده. ماهیت حکومت متأسفانه این حکومت اصلاح پذیر نیست، علایش هم روشنه، هم به خاطر ایدئولوژیشه که خب مطلق گراست و حقیقت رو یافته. به قول آقای مصباح یزدی میگه پیغمبران تردید نداشتن در حقیقت و نمیگفتن که این نظر این نظر اون اونه، نه اینا میدونستن حقیقت چیه. خب با یه همچین حکومتی انتظار این که اصلاح بشه و برگرده تو جامعه ملل که پرچم اصلیش ظاهراً اعلامیه جهانی حقوق بشره که در اولش میگه کرامت انسانی بالاترین ارزش میراث و دستاورد تمدنه، خب یه همچین کشوری که در رأسش کسانی هستن که اندیشه نیست که ما بنده خدا بیشتر نیستیم، یه بنده هم حقوق بنده رو داره دیگه، بنده یعنی رعیت، یعنی برده دیگه. خب از یه همچین کشوری انتظار داشتن که بعد از 30 سال بعد از اینکه قتل عامی که در 67 آقای حمید نوری درش اتهامه، در 2018 کوشش نکنی که صدها نفر وسط پاریس بکشه، انتظار داشتنش زیاد انتظار بیجاست. اثرش روی کشورهای اروپایی و غیره، ببینید جناب جدی، این یه سوالیست که از بیشتر از اپوزیسیون باید کرد که ما
چقدر نامؤثر بودیم. دونی در این 43 سال یک دونه دیتابیس وجود نداره که نشون بده تو هر حوزه انتخابی در کشور فرانسه یا بریتانیا یا آلمان یا اتریش یا کشورهایی که الان داد و ستد با این مملکته، یه دیتابیس وجود داره که چند تا ایرانی تو هر حوزه انتخابی دارن زندگی میکنن. شما لابی بسیار بسیار فعال و مؤثر کلیمیا رو نگاه کنید در امریکا، میبینید اینو دهه ها پیش داشتند و نه فقط اینکه چند تا کلیمی تو این حوزه انتخابیه فرض کن در محدوده 11 ایالت پنسیلوانیا فرض بفرمایید به عنوان مثال چند تا یهودی زن، بلکه چند تا سمپات اونا زندگی میکنن، کسانی که نسبت به حقوق انسانی اون جنایاتی که در جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته چند تا از اونا هستن و غیره، چند تا هستن که همین ایوانجلیکال های مسیحی هستن که نسبت به ظهور مجدد مسیح و غیره این اعتقادات دارن. خب اونا میتونن بالقوه مؤتلفین سیاسی اینها باشن. هیچ کدوم از اینا رو متاسفانه ما نداریم. اگر ما امروز علارغم این همه جنایت که شده و امروز به خصوص، یعنی امروزی که شما بنده در خدمتون هستیم، به خدمت شما آقای مصداقی هستیم، رئیسی آمده، من در تاریخ به یاد ندارم کسی که و معمولا سران دولت ها وقتی میان سر کار تبدیل به قاتل میشن و آدم میکشن و غیره، در ایران کسی که قاتله آمده تازه سر کار، توجه میکنید؟ یعنی این هم محکومیت رژیم، هم متاسفانه زبانم لال، ولی محکومیت اپوزیسیونه که این ما این توانایی نداشتیم که شناخت و از مکانیزم های فشار و اهرم های سیاسی که در این کشورها وجود داره، در این دموکراسی ها وجود داره، استفاده نکنیم. و همین بود که نزدیک یک دهه است که ایرج مصداقی و من داریم صحبت میکنیم که از قانون اقل استفاده کنیم، یعنی بدیم معنی که حالا ما ممکنه نفوذ تو پارلمان داشته باشیم، میگه 10,000 تا ایرانی نمیشه بسیج کرد که بیان بیرون پارلمان رو دادیات کنن. من باور نمی کنم بزرگترین تظاهراتی که ایرانیان در این 40 سال تونسته باشه 2000 نفر توش باشه، باور نمی کنم. یعنی تمام رکوردهایی که دیدم تو یوتیوب و غیره با کسانی که این کار میدن 2000 نفر، ما نزدیک 7 میلیون ایرانی در خارج داریم. اگه اینا متحد بودن خب میتونستن، چون بعضی از حوزه های انتخاباتی 50 تا رأی این بر اون بر کرسی رو عوض میکنه، تجا میفرمایید؟ نیست که ما متاسفانه نتونستیم از این استفاده کنیم، ولی از ابزار حقوقی همینطوری که در مورد نوری موفق شدیم، همین که درست این هفته دادگاه نوری داره شروع میشه، این موضوع رو در رأس خبرها حالا نگه خواهد داشت و این نمیتونه در افکار عمومی بی اثر باشه و ابزاری رو به ما بده که با تصمیم گیران این کشورها بگیم یادآوری کنیم شما با یه همچین حکومت، چون محکومیت نوری محکومیت جمهوری اسلامی است، محاکمه نوری محاکمه جمهوری اسلامی است، محاکمه و حکمی که این میگیره زمینه میشه برای محاکمه دستگیری رئیسی که راجع به اون بعدا میتونیم صحبت کنیم و دستگیری خامنه ای. این عواقبش اینه و امیدوارم که ما بتونیم یه خورده به طور فعالتر این کار رو جلو ببریم. بسیار خوب. به هر حال جناب آقای موسوی گرامی، شما با همین جمله آخرتون صحبت از آرزوی ملت ایران میکنید، به خاطر اینکه ما میدانیم که به هر حال آقای ابراهیم رئیسی چند روز دیگه به عنوان رئیس جمهور رسمی این کشور اعلام خواهد شد و بنابراین این پرسش پیش میآید و از شما عزیزان میخواهم به شکل مختصر بیان بکنید که در چه شرایطی قوانین جهانی میتواند احتمالاً متحول بشه با توجه به تجربه های گذشته تا فردی مانند ابراهیم رئیسی که پس فردا رئیس جمهور خواهد بود و چه بسا به خارج از کشور بیاد حرکت بکنه، این چنین فردی دستگیر بشه و مجازات بشه. جناب آقای مصداقی صحبت شما رو بشنویم و پس از اون آقای موسوی و در پایان دو سوال کوتاه ولی که نسبتا برجسته دیگه ای دارم که میخواستم قبل از پایان صحبتمون از شما بکنم. بفرمایید. البته این دادگاه حمید نوری هسته، ولی خب در جاجای دادگاه نام ابراهیم رئیسی خواهد اومد به عنوان عضو هیئت کشتار 60. ببینید، ما نگاه میکنیم به فردای صدور حکم علیه حمید نوری، همه چیز فرق خواهد کرد. ما با یک واقعیت جدیدی روبرو میشیم و اون اینه که یک دادگاه اروپایی رأی میده به
مباشرت حمید نوری در کشدار 67 و مباشرت در نقض قوانین بین المللی حقوق، درسته، و قتل عمد. حالا برای همون پرونده، نه یک پرونده، برای همون عملا ما میبینیم که آقای رئیسی اسمش مطرح میشه به عنوان فرمانده، به عنوان کسی که مسئول حمید نوری بود. اون وقت ما فرصت پیدا میکنیم برای اینکه بگیم چطوری ممکنه در سوئد یا در اروپا کسی رو دستگیر کنیم به اتهام اینکه او در آشویتس نگهبان بوده، او رو محکوم کنیم و بعد رئیس آشویتس بشه رئیس جمهور آلمان و بعد بگیم این از مسئولیت سیاسی برخورداره. من فکر میکنم با یه دنیای جدیدی به لحاظ حقوقی و یا سوالات جدیدی که دنیای باید بهش پاسخ بده بعد از محکومیت حمید نوری رو برست. متشکرم. جناب آقای موسوی گرامی، نظر شما رو بشنوید در همین زمینه. دقیقا همینطوره جناب ددبین. قانون یه پدیده مرده نیست، یه پدیده منجمد نیست، قانون تکامل پیدا میکنه. من میگم قانون ده فرمان موسی که روی سنگ نوشته باشه نیست، قانون با تحولاتی که در اجتماع وجود میاد تکامل پیدا میکنه. شما 30 سال پیش این عکس دستگیری پینوشه رو شما این عقب ببینید دیگه. ببینید 30 سال پیش اگه شما و من و ایرج صحبت دستگیری میراشه میگه همه اون میخندن، میگه این 4 تا 3 تا دیوونه شدن صحبت اصلا مگه میشه رؤسای دولت ها، ولی اینکه رؤسای دولت های قبلی هم باشن، چون محدوده قضایی داخل کشور در انحصار مقامات خود کشور است و غیره. ولی دستور که نه، وقتی دستگیر شد دیوان عالی بریتانیا گفتش که وظایف دولت هرگز شکنجه دادن و به قطع سودر شهروندان نیست، اینا مسائلی هستن که فرا کشوری و فرا دولتی، اینا جهانی هستن، به دلیل که بودن شکنجهگر در بدنه سیاسی جهان مانند وجود ویروس کرونا در بدنه حیاتی جهانه. یعنی این جهان رو مسموم میکنه و باید جلوش گرفت. یواش یواش این در 1998 بود، بعد در 2002 دیوان جنایی بین المللی صریحا اصل 27ش رو شما میخورید، میگه هیچ کس مسئولیت نداره ولو اینکه در پست باشد. حتی مسئول. خب در مورد ایران چون ما جزء دیوان نیستیم، ولی دلیل بر نیست که ما راهی پیدا نکنیم، چون رویه قضایی دیوان الان الگوست و دادستان ها حاضرن، به خصوص دادستان هایی که حاضرن کمک کنن که قانون جلو بره و قانون در تکان میشه. بنده تمام دیگه شب و روزم گذاشتم روی یک پروژه، اونم دستگیری ابراهیم رئیسی، که من شک ندارم که دادستانی پیدا میکنیم با توجه به اینکه این مستندات علیهش اینقدر زیاد هستن و البته دو چندان تاکید میکنم بعد از محکومیت نهایی حمید نوری صفحه اول کیفرخواست علیه ابراهیم رئیسی همین حکم دیوان سوئد خواهد بود. متشکرم. برای این بخش آخر صحبت‌هایی که با هم داریم می‌خواستم نظر شما گرامیان رو بدانم. یکی درباره اپوزیسیون، اپوزیسیون ایران از این دادگاه چه نتیجه گیری باید بکند؟ جناب آقای مصداقی بفرمایید و همین سوال هم برای جناب آقای موسوی و پس از این یک سال آخر و دیگر شما آزاد هستید و به برنامه ما پایان میدید. بفرمایید. خب ببینید، بخش زیادی از اپوزیسیون ایران تا کنون به وظایف خودش در ارتباط با این پرونده عمل نکرده متاسفانه. حالا یا اسیر رقابت ها هستن، یا عقب افتادگی ها هستن، یا حسادت ها هستن، یا اساسا ندیدن این رو و سعی کردن اونو دور بزنید از کنارش رد شد. البته بوده در میانه، ولی به نظر من نقش مثبتی رو اتفاقا روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان و جوامع حقوق بشری ایرانی در ارتباط با پرونده حمید نوری داشتن. اتفاقا اونهان که نقش مثبت داشتن و حامی این پرونده و در همه مرحله ها از ما حمایت کردن، این جای امیدواریه. ولیکن من امیدوارم که بتونن از این مسئله استفاده کنن، از حکم اول از اون که خب ببینید دستگیری حمید نوری
ایران رو به یا موضوع ایران، موضوع کشتار، موضوع نقض حقوق بشر، موضوع دادخواهی رو به صفحه اول روزنامه ها برده و در واقع رو سرخط خبریه. این خیلی مهمه. ببینید دست خیلی از دولت ها رو میبنده برای نزدیکی با رژیم، چون عملا با افکار عمومی روبرو میشن. من فکر میکنم اپوزیسیون ایران میتونه خیلی راحت از این استفاده کنه برای قدم های بعدی و من امیدم اینه که در آینده بتونن استفاده بکنن. تا اینجا که این متاسفانه این برخورد فعال نبوده، امیدوارم در آینده ما شاهد این موضوع باشیم. نگاه شما رو ببینیم جناب آقای موسوی گرامی در مورد اپوزیسیون. با تایید مطالبی که دوست عزیزم ایرج مستاقلن گفت، من اضافه میکنم که امیدوارم که این اپوزیسیون ایران اهمیت قانون هم به عنوان وسیله هم به عنوان هدف رو شروع کنه، جذب کنه و درک کنه. ما متاسفانه در کشوری زندگی میکنیم در ایران که در 2000 خورده ای سال حکومت قانون رو یک روز تجربه نکرده. یک روز تمام کوشش امیرکبیر رو بذاری کنار، کوشش جنبش مشروطه که دنبال عدالت خانه بودن و غیره، کوشش داور، کوشش کسروی و غیره، نتیجه جمهوری اسلامی شد که دیگه 1400 سال قانون و قانونگرایی رو برگردون به صحرای سوزان عربستان اون زمان متاسفانه. ولی اگر ببین، بنده نه دادستان میشناختم در سوئد، نه حمید نوری رو میشناختم، ولی چون قانون میدونستم قانون بی خود نیست، که فرشته قانون سمبلش یک فرشته است که چشاشو بسته با یه چشم‌بند، نه از چشم‌بندی که ایرج مصداقی تو دالان مرگ میزده، ولی با چشم بی‌طرفی. یعنی مهم نیست برای من تو کی هستی، مهم نیست که حرف و مطلب چی. اینجا یک شمشیر تو یک دست، یک ترازو هم در یک دست دیگه. من امیدوارم که این دستگیری حمید نوری و محکومیت قطعیش یک شوک مثبتی به اپوزیسیون باشه، که این بی‌تفاوتی نسبت به قانون، این سینیزم و بدبینی نسبت به که همه چیز با دسیسه است و همه چیز توته است و همه چیز داد و ستد و غیره و غیره، البته کمکی نمی‌کنه وقتی نماینده اروپا الان رفته در تهران نشسته در روزی که داره این آدم میاد رئیس جمهور میشه، ولی قطره قطره جمع گردد ناگهان دریا شود. امیدوارم این صدی که شکسته شد در ذهنیت ایرانیان که ببینن اگر ادله و دلیل و مدرک باشه قانون کار خودش رو کنه. روزی که ایرج من زنگ زد گفتم تو دو تا سه تا شاهد بیار ما اینو میگیریم، شک نکنی. اصلا و ابدا مهم نیست که اسمش نوریه یا اینکه اسمش نمیدونم گارزونه یا اینکه اسمش اورتیزه یا جنرال پنجاهتنه اندونزیس. قانون میگه اگر این آدم این کار رو کرده ما دستگیرش میکنیم. امیدوارم که اپوزیسیون ایران از این نتیجه بگیره، این قانون هم به عنوان وسیله هم به عنوان هدف. چون اگه ما بدون خونریزی بتونیم انتقال قدرت رو با قانون، با اتکا به قانون تضمین کنیم و به جامعه یاد بدیم که میشه از بروز پیشامدهایی که در فردای سقوط این حکومت میتونه به وجود بیاره، که واقعا یأس و اندوه بر دل همه ما و تمام شهدای راه حق آزادی خواهد گذاشت، و میتونیم جلوگیری کنیم. متشکرم. و بالاخره برای واقعا بخش پایانی این گفتگوی بسیار مفید از شما میخواهم یک بگویید که چه هشداری شما به جمهوری اسلامی میدهید و چه پیامی برای ملت ایران دارید. هشدار به جمهوری اسلامی و پیام به ملت ایران. جناب آقای مصداقی عزیز بفرمایید. ببینید حتی من که خودم شخصا در موقعیتی نیستم که هشدار بدم، ولی در واقع اقدامی که صورت گرفته نشون میده که اولا ما در ابتدای راهی یک قدم درست در یک مسیر طولانی برداشتیم. دستگیری حمید نوری نشون میده که او اولین نفر از این افراد هست، ولی قطعا آخرین نفر نیست، و این نشون دهنده اراده ماست، اراده‌ای که قطعا اون رو عملی خواهیم کرد، کما اینکه در این مورد خاص موفق شد. و در ارتباط با در واقع مردم ایران، من میتونم فقط در خوشحالی اونها
سهیم باشم، در خوشحالی اونها شریک باشم. میدونم که امروز خیلی میلیون ها نفر چشمشون به این دادگاه هست. میدونم که این لبخند شادی که رو لب بازماندگان این کشتارها، بازماندگان این قتل عام ها میاد و باعث خوشحالی و مسرت منه و میدونم که دل بسیاری شاد خواهد شد و من میدونم این باعث سربلندی ماست، سربلندی مردم ماست که میتونیم در زمانی که رژیم جمهوری اسلامی همچنان در قدرت خودمون رو نشون بدیم، در حالی که اونها از همه قدرت‌های ممکن برخوردار هستن اما تقریبا چیزی در دست نداریم، ولی اونها رو در صحنه جهانی به پای میز محاکمه میکشونیم. این نشون میده ما موفق میشیم. بسیار خب، جناب آقای موسوی گرامی بفرمایید. عزیز من، جمهوری اسلامی، وقت شما تمام شده. حضراتی که در خیال میکنید که در رأس امور خواهید بود، از تجربه دیکتاتوری های ایدئولوژی گذشته یاد بگیرید. رایش سوم هم قرار بود 1000 سال سر کار باشه، یعنی رایش سوم میگفت امپراتوری شارلمان که در سال 800 میلادی به وجود اومده بود و 1806 توسط ناپلئون بناپارت برچیده شد، اینا خیال میکردن که اینو تکرار خواهند کرد. دیدید که به 13 سال نکشید. اتحاد شوروی قرار بود تا آمدن بهشت روی کره زمین قرار بود باشه، 70 سال موند و رفت. اینیست که خیلی ها بودن، آقای صدام حسین خیال میکرد که حالا خواهد بود، قذافی هم همه دنیا رو تهدید میکرد. حضرات جمهوری اسلامی، اگر تصور میکنید که رو کره مریخ زندگی میکنید، بهتره برید با آقای ایلان ماسک بشینید صحبت کنید که راهی بذاره که برید اونجاها. ولی اگر رو کره زمین هستید، بدونید هر قدر هم که خیال کنید قوی هستید، قانون از شما قوی تره. شما با دستگیری حمید نوری دیدید که اون شنون گیت شدید که حتی نمیدونید عکس العملتون چیه. یه روز میگین به حاج حمید گفتم نرو تو اون نواری که پخش شد، از یه طرف هم میگین که اصلا یه همچین آدمی وجود نداشته. پس قانون از شما خیلی خیلی قوی تره و هر چه زودتر بیاید خودتون رو تسلیم قانون کنید، میتونید انتظار این داشته باشید که در تنبیهتون تخفیف داده بشه. قانون جنایی بین المللی عفو رو نمیذاره دیگه. در چه پدیده‌ای به نام عفو در قانون جنایی بین المللی وجود نداره. یه علت چه میز که همه این حکومت‌ها زود به خودشون عفو میدادن، بعد میمدن میگفتن خیلی خوب حالا که هوا پسه و پشت ما به دیواره، بیایم حکومت رو تحویل بدیم و بریم در جنوب فرانسه بشینیم زندگی کنیم، کسی هم ما کاری نداره. نه، قانون جنایی بین المللی در روم این خیلی بحث شد، در 2008 به این نتیجه رسیدیم که در سال 1998 اگر این کار بشه، تک تیراندازان تا ساعت آخر مردم رو میکشن و میگن فردا که عفو میدین پس دیگه مشکلی ما نخواهیم داشت دیگه. پس این نیست. هر چه زودتر شما تسلیم قانون بشید به نفعتونه. پیام منم به ملت ایران اینه که ساعت عدالت میبینید که نزدیکه. هرگز ناامید نباشید، چون زمان با ماست و قوس عدالت به طرف ماست و نه بر طرف آنانی که جانی هستند. شک نداشته باشید، آینده بسیار بسیار درخشان است. بسیار متشکر از آقایان ایرج مستاقی گرامی و همچنین کاوه موسوی گرامی به خاطر تمام تلاش هایی که شما تا کنون انجام داده اید. این جای به هر حال سپاس بزرگی رو برای ما باید در نظر بگیریم. خیلی متشکرم و به امید به هر حال پیروزی عدالت علیه جمهوری اسلامی و تمام مزدوران و جنایتکارانی که پیوسته علیه ملت ایران اقدام کردند. موفق و پیروز باشید. خیلی